لات مذاکره نخواهد کرد ما با چاوکش و چاوکشی و با این فرمول این به معنای ذلت و تسلیمه دیگه اسمش مذاکره نیست در شرایط امروز آمریکایی‌ها مردم ما به خوبی بدونن چون بعضی تو ذهنشونه که آمریکا آماده مذاکره است این ایرانه که سرباز میزنه اصلا این چنین نیست آمریکا اصلا آمادگی برای مذاکره نداره یک رسانه حکومتی درباره حرفهای روز چهارشنبه روحانی نوشت آیا حسن روحانی در شرایطی که خامنه ای به آمریکایی ها هشدار میدهد رفتارشان درباره محدودیت بیشتر برای صادرات نفت بی جواب نخواهد ماند ناگهان تصمیم گرفته اعلام کند آماده مذاکرات مشروط با آمریکاست آیا حرفهای ظریف در نیویورک که گفته است ایران شش ماه پیش به دولت آمریکا پیشنهاد داده است زندانی های دو کشور مبادله شوند و الان نیز اختیار این کار را دارد یک چراغ سبز برای تقویت حرفای روحانی است؟ کیهان خامنه ای نیز نوشت اکنون و پس از نقض مکرر آمریکا و عدم دستشابی نظام به منافع حداقلی در برجام با راسفکنی در مورد قریب بودن جنگ به دنبال زمین چینی برای مذاکرات مجدد با آمریکا هستند تا این بار قدرت موشکی و منطقه نظام قربانی شود. پاسدار حسین شریعت مداری نماینده خامنه در کیهان نوشت میگویند اگر از برجام خارج شویم یک اطلاف ضد نظام شکل می گیرد. مگر همکنون این اطلاف با حضور دشمنان تابلودار نظام شکل نگرفته و مگر فشارها همه روزه افزایش نمییابد قرار است چه اتفاق دیگری بیفتد اکنون ما ماندیم و بر و دیگر هیچ آیا غیر از این است مهدی محمدی مذاکره کننده سابق اتمی رژیم نیز گفت اساسا مذاکره و توافق با آمریکا امری بی ارزش است و باید راهی دیگر برای حل مسائل پیدا کرد در این محمود صادقی عضو مجلس ارتجاع از باند روحانی نیز شکست برجام را به رخ دولت آخوند روحانی کشید و در سوالی خطاب جواد ظریف نوشت با وجود نقض عهد طرف آمریکایی و تعلل طرفهای اروپایی در اجرای تعهداتشان حفظ برجام چه فایده ای برای نظام دارد چرا از زمانت اجرای خروج متقابل توافق استفاده نمی کنید از سوی دیگر یک رسانه ی باند مغلوب رژیم نوشت فشارهای اقتصادی آمریکا علیه نظام شتاب بی به خود گرفته است به طوری که هنوز جوهر امضای حکم عدم تمدید معافیتهای مربوط به صدور نفت خوش نشده زمزمه تحریم صادرات های نفتی خصوصا محصولات پتروشیمی ما از سوی برخی معافل موثر بر سیاست رسمی ایالات متحده بلند شده است در مقابل این فشارها آنچه در عمل شاهد آنیم صرفا حجم گسترده و عظیمی از عبارات تند و تهدیدآمیزی است که کسی نمیداند قرار است به چه عمل مشخصی منجر شوند تصمیم تازه در نظام گرفته نمی شود.